تو راستی بالا نماشه مراشا غیرت یعقوب خفامی می فرماین که میسفایی که ما در این دنیا انجام میدیم تو گمارای قیدوشی میگن ساخار میسفا بای آلما لیکا، میسفایی که ما در این دنیا انجام میدیم مزدش در این دنیا نیست، هدف انجام میسفایی نیستش که آدم در این دنیا مزد بگیره، چون که مزد میسفا هشم به صدیقیم در علام حبا پرداخت میکنه و باورش که عمل میسوا باعث میشه که آدم یه آرامش روی بگیره و باعث میشه که خودشو کامل کنه، تزکیه نفس کنه و یه آدم کاملی بشه و تورا باعث میشه شخصیت آدم بنا بشه که آدم بهتری باشه، ولی با تامین اصل مزد میسوا در دنیا نیستش. چجوری امکان داره که خود هشم وقتی که میگه به یوم تیتن سخارو، یعنی در روز مزد کارگر رو در همون روز پرداخت کنید، چجوری میشه که میگن مزد میسوا در این دنیا وجود نداره؟ چجوریه که ما برای هشم داریم کار میکنیم، عبادت هشم میکنیم، ولی مزد در این دنیا نیستش؟ جوابش یه که به خاطر که تا آخرین روزی که انسان توی دنیا هستش هنوز میسوا کامل نشده. تورا میگه در همون روز مزد کارگر پرداخت کن، کارگر روزمزد همون روز مزدش بده، یعنی اگر که کارگر روزانه هستش کل شب طرف وقت داره مزدش بده، یا اگه کارگر شبانه هستش کل روز بعد وقت داره مزدش بده، ولی ما تا وقتی توی دنیا هستیم هنوز کارگریم، هنوز روزمون تموم نشده. یعنی خب چجوری امکان داره ما حساب کنیم روزمون کامل نشده؟ اگه من امروز تفیلین بستم، امروز تفیلین بستم، چرا میگیم روز کامل نشده؟ جوابیه که هارمبا میگه اگه یه نفر یه میسوای انجام بده ولی بعدش پشیمون بشه، باعث میشه که ارزش میسوا از دست بره. یه نفر یه میسوای میکنه و میگه که کاشکی انجام نداده بودم، کاشکی مثلا کاری که انجام دادم، تفرینی که بستم، کاش که انجام نداده بودم. پشیمونی از اجرای میسوا باعث میشه که اون میسوا ارزشش از دست بره. و این تا آخرین روزی که آدم توی دنیا هست شاید پشیمون شده از اجرای میسوا، بنابراین هنوز در روز اجرای میسوا محسوب میشه و مزد میسوا در عالم حبا هستش. فقط بخشی از میسوا خخامین به ما به صورت واضح گفتن که مزدش حتی توی دنیا هم هستش، همونطور که در قسمتی از براخوت قسمت قربانات صبح و همطور برگرفته از مسخت پاهه که یه سری کارا هستش که وقتی آدم انجام بده ثمرش در این دنیا استفاده میکنه، اصل سرمایهش در عالم حباه، احترام پدر و مادر، گمیلود خسادیم، انجام لطف و نیکی، ایجاد شالوم بین فردی با دوستش و تموتورا که نگت کنام، اینا چیزایی هستش که مزدش در عالم حباه ولی سودش در این دنیا آدم میتونه استفاده کنه. همطور بعضی از گناه هم هستش که آدم در همین دنیا جریمه میشه، در جز اونها گناه عبودازارا خیلی گناه سختیه که اشاره شده به جریمش در این دنیا. در گمارا مسخت بابت را خخامیم دارش کردن که میسوای صداقا در حالتی که دهنده صداقا ندونه به کی داره صداقا میده و گیرنده هم ندونه داره از کی میگیره، باعث میشه که آدم رو از مرگ متفاوت، از مرگ متغیر نجات بده. به طور مثال کسی که صدقه میده به صندوق صدقه که بعد اونا صدقه رو به نیم تقسیم میکنن نمیدونه که کی هستن فقیرهایی که این صدقه میگیرن و همطور فقیرها هم نمیدونن اون کیه که کمک کرده. بهترین نوع صدقه هستش و سگولای این نوع صدقه یه که انسان رو از مرگ متفاوت و متغیر نجات میده. و ایراد گرفتن تصافت که اگه میسوای صدقه در این حالت هستش خیلی میسوای خاصیه، اگه طوریه شایسته هستش که آدم رو از جریمه گینامی که هست آدم رو در عالم حبا حتی از جریمه گینام هم نجات بده، که اون از مرگ نابهنگام و مرگ متفاوت هم بدتر. اگه ایطوریه چرا درگمارا ذکر نکردن که میتونه از این جریمه نجات بده؟ و توزن توصافات از قول ریبی ایسخاق حقیقتا میسوای صداقا حتی در علام حبا هم آدم رو نجات میده، ولی اکثر میسوا اینا نمیستن به زخوت آدم در دنیا، تمام مزد محفوظ فقط برای علام حبا، یعنی میسوا کلن برای علام حباه، ولی صداقا توی دنیا هم کار انجام میده. در دنیا
معمولا برای کمک آدم نیستن، بلکه میسوای بزرگ و خاص. مثلا میسوای صدقا در این مورد این میسوا ذکر شده که آدم میتونه ثمرش هم در این دنیا استفاده کنه. برای این خخامین گفتن صدقا میتونه آدم رو از مرگ نابهنگام، مرگ متفاوت نجات بده، که این یه تحسین و برتری خاصیه که این میسوای صدقا داره. باوش که اکثر میسوا مزدشون تا اولام حبا هستش، ولی میسوای صدقا تو همین دنیا هم تأثیرش رو میذاره. همطور که خخامی فرمودن صدقا تسهیل میماوت، صدقا میتونه انسان رو از مرگ نجات بده. حالا و بعد یا دلیلش رو توضیح میدن که هشم چرا اکثر مزد میسوار رو، چرا رف ساخا رو در این دنیا پرداخت نمی کنه. به خاطر که دنیا کلش امکانی نیستش که بخوان پرداخت کنن، حتی یه میسوای کوچیک هم امکانش نیستش، به خاطر که یک ساعت آرامش رو در اولام حبا از کل زندگی دنیا ارزشش بیشتره. چجوری میشه چیزی که توی دنیا مزد میسوایی که آدم انجام داده و معنویش دوری میشه توی دنیایی که فناپذیره پرداخت بشه؟ و این رشاییم اینا مزدشون رو فقط توی دنیا میگیرن، همونطوری که نوشته اومشلم لسوناب الپاناب لحویدو، یعنی هشم مزد دشمناشو میده، یعنی رشاییم رو توی دنیا میده که دیگه او دنیا حسابشون تصفیه باشه. رشاییم هشم پرداختایی که داره توی دنیا انجام میده، به خاطر زیادی شرارتشون اینا موفق نمیشن به مزد اولام حبا، چون که ایمان ندارن. و رو بعد یا ایران میگیرن که اگه ما میگیم در دنیا امکان نیست که مزد رو پرداخت کنن، حتی یه میسوای کوچیک هم امکانش نیست، ای طوریه چطوری ما میگیم که رشاییم مزدشون توی دنیا میگیرن؟ و عراف توضیح میدن بر طبق مثالی از عراف حافظ خیم، یعنی یه ثروتمندی اومد از یه نادونی خرید میکنه. میاش شتارود، یه ثروتمندی میاد از یه نادونی 100 تا شتار 100 تا دلار مثلا تقلبی میخره، و ثروتمند میاد به این فقیر یه پول واقعی میده، یه پول واقعی میده در ازای 100 تا مثلا دلار تقلبی که بهش داده. نادون میگه که چطوری تو داری به من پول میدی؟ فقط به خاطر بیشتر خواهد عبور، تو فقط یه پولی میدی، من 100 تا پول دارم به اسم میدم، تو داری یه پول به من میدی؟ ثروتمند جواب میده میگه شوته دیوونه، این شتار من میتونه که حتی برسه به قصر پادشاه، و میتونه که حتی تو قصر پادشاه هم ارزش بهش قائل میشن، حتی در جای خیلی بالا، ولی سندای تو، پولای تو همش جعلیه، استفاده ای نداره، فقط هیچ ارزشی نداره، و همیم که من به اس دادم، من دارم به اس لوس میکنم. همطور در ارتباط با بحث ما، میسوایی که توسط صدیقیم انجام میشه به خاطر هشم، هشم اینطورخ میگه که اینا در کتاب من نوشته میشه و محفوظ میمونه، و در این شتار شیختم عرب شما، و هشم میاد میمیسه، مهر میکنه، امضا میکنه، موقعی که طرف میره به شامعی میتونه که مزدش رو به صورت کامل بگیره. برای امکان نداره پرداخت کنن بری سند توی دنیا، سندی که هشم نوشته ای طرف میسوا انجام داده توی دنیا قابل پرداخت نیست، فقط تو اولام حبا، به خاطر که یه ساعت آرامش رو در اولام حبا از همه زندگی دنیا ارزشش بیشتره. و این راشایی که میاد یه میسوایی انجام میده، احتمالاً او راشا که حالا یه موقعی یه میسوایی انجام داده به خاطر منافع شخصیه که داره، به خاطر احترامشه، به خاطر هر علتیه که از و نام هشم مهر نمیشه برای میسوایی که انجام میده، چون که جعلیه، میسوای واقعی نیستش، مثل شتار جعلیه که اسم هشم پاش نیستش، و به خاطر لطفی که هشم انجام میده که نمیخواد مزد طرف رو ضایع کنه، حتی راشا باشه تو همین دنیا یه چیزی بهش پرداخت میکنه، به خاطر که کاری که انجام میده جعلیه، مزدش هم جعلی تو همین دنیا هستش. ولی خخامیم که میسوایی که انجام میدن واقعیه به خاطر هشم، دانش مزدشون توی دنیا نمیتونه باشه، تو دنیایی میتونه باشه که واقعیه و علام امته.